ایم چیزا آنا مارکت سینما سعدی یکم خاطر بازی بکنیم. زندگی رو باید ادامه داد تا اونجایی که دیگه برسیم به آخر خط. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. دقیقاً یه ویدیو قبل از اینجایی که الان میخواید ببینید، تقریباً 23 ساعت پیش اومدم اینجا. دقیقاً تا رسیدم اینجا آفتاب غروب کرده، گفتیم دیگه ادامه رو بذاریم برای فردا. امروز اومدم تا ادامه خیابون قصد و دشت رو با هم ببینیم. اگه ویدیوی قبل رو دیده باشید، ما از ابتدای خیابون قصدش پل مالیاباد شروع کردیم و میخواییم 12 کیلومتر تقریبا بریم به سمت چهاره پارامونت که طولانی ترین خیابون شیراز هم هست رو ببینیم. اول گفتم توی یه ویدیو بهتون نشون بدم، ولی دیگه خیلی زیاد شد، دیگه گفتیم دوتا ویدیو کنیم، ولی این دوتا ویدیو دقیق پشت سر همه. اینم از میوه فروشی قصد و دشت. کسایی که ویدیو قبل رو ندیدن پیشنهاد میشه ابتدا ویدیو قبل رو ببینن. ما این خیابونی که الان روبرومونه اومدیم، ماجرای پیش اومد، کلی گپ و گفت با هم داشتیم، آخرش هم یه آبنار مشتی خوردیم، آبنار اصل قصد داشت. ایوان ساعت 5:30 عصر ولی مغازه یا بهتون گفتم ساعت کاری تو شیراز 9:10 تا 12:01 6 تا 8:09. برای کسایی که تازه به جمعمون اضافه شدن و حالا نیاز به یکم توضیح دارن، اینجا خیابون قصد و دشت تقریبا شمال غرب شیراز که دیگه از تقریبا مرکز شهر کشیده میشه تا کمربند شمالی غربی شیراز امتداد داره تا پل مالیاباد و اطرافش هم پر از باغا و خونه های قشنگ، پر از کافی شاپ های زیبا.
که الان کم رونقه. حتما یه ساعت نیم ساعت دیگه اینجا قلقله میشه. وقتی میون این درخت هم آب رد میشه. حالا ما تو اون قسمت قبل یه جایی با هم راه رفتیم که آب رد میشد، بعدش دیگه نمیدونم حالا برنامهشون نوبتیه که یه قسمتی آب رد میشه بعد جلوش میبندن یه قسمت دیگه باز میره، نمیدونم چیه. خیابون یعنی خیابون که نه، کوچه 84 پست و دشت. میبینید 84 تا اینجا. البته بازم بگم از این 4 قصد و دشت سمت جنوبی شمالیش یا بگیم شرقی و غربیش از نظر جغرافیایی کوچه ها باز شمارشش جدید میشه. یعنی ببینید چقدر کوچه ها و فرعی های زیادی داره. مثلا اون روبرو نوشته کوچه 95. تو بعضی از کوچه ها من رفتم، حتی تو خونه های ویلایش هم رفتم، خیلی واقعا با صفا هست، مثلا یه دنیای دیگه. تو بعضی از مثلا کوچه ها که آدم رد میشه مثلا میبینی یه در کوچیک با مثلا یه دیوار ساده، مثلا همین یه دیوار آجری با در خیلی نه چندان زیبا و تو چشم، ولی میبینی داخلش مثلا 1000 متر خونه، 500 متر، 700 متر، 2000 متر خونه در به حیات، بعدش یه عمارت بزرگ، باز دوباره پشتش حیات و استخ و اینا. بالا هم درخت گردو و انار و چی هست. تکای قدیمی هنوزم هی اشتباه نکنم میسازم. این هم از هتل 5 ستاره بزرگ چمران. من تا حالا توی مثلا رستوران فست فود و طبقات بالاش رفتم، کافی شاپ و اینا، ولی هنوز توی
اتاقاش نرفتم ببینم. حالا اونم حتما یه برنامه میذاریم بریم. ببینید یه حالتی داره، این میخواسته، حالا من شنیدم که میخواسته دوقلو باشه. نگاه کنید یکم فرق داره چپ و قسمت چپ و راستش با هم. دور ساختش تقریبا 20 سال پیش بگیم، دوره چی بوده؟ اوج بن لادن و چیا. بعد اون موقع هم نمیدونم هر ساخته اون دوقلو میخواستم بسازم، میگفتم چه میدونی بخواییم بزنیم شای چیا. حالا من نمیدونم، شاید شایعه باشه، یعنی اینجا میخواسته دوقلو باشه در واقع، ولی حالا مثلا تک جفتش ساخت. با آقای بجا مونده قصد و دشت توی فصل بهار که یکم این بوتای زیر درخت ها خب علف ها سبزه، من وقت از اینجا رد میشم میبینم آر گوسفند نه سگه، فکر کردم بازم هست گوسفند و چیا آوردن برای اینجا اشغال کنم. خب اینجا باید یه خداحافظی کوتاهی با هم بکنیم. چرا؟ چون که جلوتر میخوام برم شیرین نزدیک کامران براتون یه ویدیو بگیرم، اونم چی؟ توی کانال جدید. پس فعلا تا اینجا باشه بریم ما شیرینی اونو بگیریم، حالا نمیدونم کیک داره چه هرچی داره بگیریم، بعد ادامه رو با هم میگیریم. پس لینک کانال جدید رو براتون میذارم، حتما ویدیو رو آخر این ویدیو ببینید. خب اون ویدیومون تموم شد، برگردیم به ویدیو خودمون. رفتیم یه شیرینی گرفتیم و همونجا خوردیم و یکمش هم تو کیفمون گذاشتیم که ببریم خونه. ای هم که اون بر خیابون دو تا خیابون تو دل خیابون قصد و دشت هست که به شدت معروف
فوق العاده خونه های و ساختمان های گرون قیمتی داره، خیابون مهر و خیابون قم‌آباد. جدیدن هم این خیابون محل دور دور جوان ها با ماشین لوکسشون هم هست، البته نه الان، تقریبا شهر. این برمیخوره به خیابون ساحلی دانش آموز دانشکده دندان پزشکی شیراز که تقریبا کنار خیابون قم‌آباد و مهر توی خیابون اصلی قصر و دشته. رشته های پزشکی و دندان پزشکی و این چیزهای کلن تو شیراز توی ایران معروفه که دانشگاه و دانشجوی قویی داره. اینجا هم پردیس بین‌الملل دانشگاه شیراز. این هم از خیابون قم‌آباد. چون مسیرمون خیلی طولانیه، یه باید فقط در حد یه نگاه از اینا رد بشه.
دیگه از مسیر اون داریم کم کم میرسیم به چهار زرگری، تقریبا اولین جای مهم میمونه که از چهار قصر داشت داریم میریم به سمت پارامونت. اولین جایی که میرسیم چهار زرگریه. میگم کوچه تمیز و قشنگیه. به قول نویسنده تنها چیزی که مجانی و راحت و آسون میشه یه حرکتی بهش داد، یه پروازش داد، ذهن انسانه. حالا من خودم بعض اونها که راه میرم توی شهر دوست دارم چشامو ببندم، خودش یه پرش ذهنیه، چشامو ببندم یه پلک بزنم باز بکنم یه دفعه برم مثلا یه سال خاص که فقط با همین دوربینه، چون میدونم اگه برگردم به گذشته دوربینش دیگه خیلی بیکیفیت میشه، با همین دوربینه برم فیلم بگیرم مثلا دهه 40 50 30. آره میام به نظرم قشنگ میشه. حالا شما دوست دارید مثلا تو خیابون راه برید کجا، یعنی چشمتون رو میبندید باز رو کنید کجا باشید و چه سالی باشید؟ اگه دوست داشتید میتونید بگید. یه سری خونه و یه محله دیدیم از اینجا، تقریبا محله ابی وردی میشه. حالا یه ویدیو با دوچرخه رفتم گرفتم اونجا که دستم اشاره میکنم، اونجا تقریبا اونجاها ویدیو گرفتم و خیلی هم سخت بود، شیب وحشتناک زیاد. فیلمشو گرفتم میتونید ببینید، بهتون پیشنهاد میشه. بوستان کوثر. یه خاطره جالبی که از اینجا دارم اینه که تقریبا ایده ساخت ویدیو و یوتیوب و این چیزا تقریبا اینجا بود که به ذهنم رسید، به دوستم گفتم، اونم استقبال زیادی کرد. اول با هم کار میکردیم و بعد جدا شد دیگه، چون یه سال و نیم طول کشید به درآمد برسیم. دوستم هم وسطش رفت، گفت دیگه من نمیتونم ادامه بدم. تقریبا 2.5 سال پیش بود، یادش بخیر.
فکر کنم ماشین جوش آورده. اینجایی که راه میرم سمت چپم یه خونه میبینی، بیشترش مطب پزشکیه، دندون پزشکیه، دام پزشکیه، تا اونجایی که میخونم آموزشگاه زبان، تک و توک، مدرسه غیر انتفاعی. قدممونو باید سریع تر برم، جونم چی بخوریم به شب و خستگی و دو تا ویدیوی که تقریبا کل خیابون رو قصد و دشت پوشش میده اینه که دیگه یکی گفت خیابون قصد و دشت، ما دیگه بهونه نداریم که بگیم اینجاش ساختیم اینجا نساختیم، این قسمتش هست نیست، یه کلش توی تقریبا روزای آخر تابستون 1402 اومدیم و دیدیم و قسمتای دیگه شو بازم میبینیم، ولی دیگه اینجوری دیگه نه. نوشته بود همین امروز که زندگی میکنیم جوانترین حالت یعنی زندگیمون هست، یعنی دیگه فردا یه روز پیرتریم دیگه، دیگه ما شاید دیگه قوه جوانی نداشتیم بیم این همه راه بریم، یه خیابونه 5 دقیقه راه رفتیم دیگه بس. شیرینی سرای ما اینجا هم از ایستگاه مترو زرگری و جلومونم برج بارانا که تقریبا 1 سال خورده پیش موقع بود که آتیش گرفت، ولی آنچنان شدت نداشت که کلن ساختمون آتیش بگیره.
بالاخره رسیدیم به چهار زرگری. اطراف رو ببینید، اون برم خیابون زرگریه که میخوره به ستارخان. خیابون قصد داشتم، حال نگاه نکنید من میگم یه خیابون گرون قیمته، درسته که همش حالا میخوام بگیم 100% گرون هست، ولی مناطق مختلف جاهای مختلف دیگه خیلی گرون میشه. مثلا اون خیابون مهر و قم‌آباد گرونتر از مثلا جای دیگه. یه دفعه این یه کوچه ایه که خیلی دنج و قشنگ و چیه، یه خونه هایی داره چند صد میلیونی متری یا متری چند صد میلیون دیگه، منطقه به منطقه شاید کوچه به کوچه فرق داشته باشه. اینو حتما توجه کنید. هانا مارکت چیه؟ تابلوش هم برداشتن، دوشم نیمکت و چیا بود نمیدونم، جالبه. یه باغ بزرگ هم هست، رو نقشه نشون میدم اینا چیه. چراغ داخلش یه اتاق روشنه، شاید خونه شخصی باشه. خونه شخصی که دیوارش یه جا آسیب ببینه ترمیم میکنه، مخصوصا بر خیابون باشه.
یه کم کم داریم میخوریم به تاریکی. تقریبا شاید از خیابان قصدش دو سومش اومده باشه، یک سومش مونده. مقصد مهم بعدیمون خیابونه، یعنی میرسیم به سر خیابون خلده بریم و اینجا هم که ولیعصر قصرالدشته. اینم این نیمچه محله جالبیه، خونه های دنجی داره، کوچه های دنجی داره. این طرح کاشیکاری که میبینید تقریبا حالا 90% آبر پیاده‌های شیراز داره همین جور میشه. این وسط مسیر به اصطلاح پیاده روی نابینایان یا کمبیناها هست که حالا یه اسایی دارن تقریبا با این کاشی ها مسیر خودشون رو پیدا میکنن. میبینید زرد رنگه، تقریبا سعی میکنن حال ممکنه جایی ببینیم که از دستشون در رفته باشه یا حالا کم کاری کردن. تو این مسیر زرد رنگه چیزی نباشه که به چالش بندازه مسیر اون فرد نابینا. البته میدونیم که هممون ایران کشور نیست که برای مثلا معلولین و نابینا و همین کسی که همچین بیماریایی دارن آنچنان خدمات خیلی زیادی و خدمات رفاهی توی شهر داشته باشن، ممکن جز بیزیست و این چیزها باشن، ولی خدمات اینجوری شاید کم باشه نسبت به کشورهای مثلا اروپایی و آمریکایی که یکم بیشتر بها میدن به اینجور افراد. یه خاطره جالب اینجا بگم، ای با من
بچه بودم اذیت میکردم و اینجا اداره کل انتقال خونه. حالا نمیدونم اینجا بود یا جا فکر کنم هم اینجا تو ماشین بودیم بابام اینجا اصلا شاید مثلا 7-8 سالم بود اینجا پای کرد گفتم کجا میری؟ گفت اذیتم کردی میخوام خون خودم رو اهدا کنم کل. من اول یه لحظه شوک شدم ازش که دیگه اذیت نمی کنم خونت اهدا نکنم فکر میکردم اصلا کل خونش رو میخواد اهدا کنم. بعد رفتیم اونجا خیلی حالا خاطره جالب شد. البته یکم فکرش میکنم 7-8 سال هم نبود شاید 5-6 سال هم آره مدرسه نمیرفت. کم کم میرسیم به خیابون خلبرین. حتما اونایی که تازه به جمعمون اضافه شدن ویدیوی قبلا ببینن، یعنی اگه همین تازگی ها که ویدیو منتشر میشه با کانال آشنایی پیدا کردید شاید 100 تا ویدیو گذاشتیم که از پایین شهر بالا شهر فروشگاه ها هایپرمارکت ها رفتیم دیدیم. حتما یادتون نره که حمایت بکنید. و ببینید ویدیو رو. خب اون بر خیابون تقریبا میرسیم به خیابون عفوآباد. من تو این هم برم یه ویدیو هم اونجا بگیرم به عنوان یه ویدیو دیگه هم باشه اونجا رو هم ببینیم. در ادامه باز میایم سمت خیابون پسوددشت. فعلا پس یه چند متر دیگه احتمالا دیگه کامل هوا تاریک شد باز یه سلام دیگه بهتون میفرستم. چی؟ کوچه 4 والا نمیدونم کوچه 4. آ کوچه 4 میدونه کجا؟ کوچه 4 باید دو دست باشه. میگه باید دو دست باشه. باید این برز فرده او دست رو. آه او برز رو. ولی 4 خب اینقدر کوچه زیاد که ما اینجا نمیدونیم چیه چیه. خب از خیابون عفوآباد گذشتیم یه 20 دقیقه نیم ساعتی هم توی خیابون گشتیم و تو پاساژ ستاره فارس رفتیم. حتما از دست ندید اون ویدیو رو و داریم ادامه میدیم. زندگی رو باید ادامه داد تا اونجایی که دیگه برسیم به آخر خط.
خب این هم از خیابون خورده بر این که یه طرفه شده، یعنی کامل دیگه ماشین ها از این بر کسی نمیاد، یعنی نمیتونه ماشین از اون بر بیاد و این برم یه سری مغازه و ساختمونه، بیشتریاش هم دکتری دیگه، مطب دکتره، از دندون پزشک بگی تا مغز و اعصاب و استخون و بازم دندون پزشک، پوست و مو، لیزر، عصب کشی، بیشترش دندون پزشکیه، ارتودانسی، جراح چشم، زیبایی. خانواده دیدن که سه قلو داشتن، واقعا دو قلوش سخته دیگه، سه قلوش فاجعه میشه اینقدر که دیگه زحمتش زیاد. من عمون سه قلو داره و موقعی که به دنیا آمدن یکیشون میگرفتی، دوتا دیگه شون آروم بود، تا اون خواستی آروم بکنه و دوتا بیدارم شدن، جیغ و داد و گریه و این سمت تاریکو. تا اینجا یه طرف هم قصد شد، بعدش تا سر خلدبرین باز میشه، یعنی هم خیابون از این یه سمت، یه سمت دیگه هم میام، ولی از اینجا یعنی تقریبا از چهاره مول صدرا تا اینجا یه طرف هم. الان میشه گفت شلوغ‌ترین جای دیگه خیابون قصدش از اینجاش رو میشه، تو قسمت اول شاد خلوت‌ترین جا از نظر عابر پیاده و خیابون بود، ولی اینجا شلوغ‌تره. یه پیکان باری بود، موسیقی
که نمایندگی نمیدونم باشه، ولی حال نشته نمایندگی، ولی یادم قدیمی اینجا هر وقت میمدی ماشین حساب بشت. اولین مقصدمون میشه خیابونه، یعنی یا چهارراه مولوی صدرا و بعدش سینما سعدی. جاتون خالی، من یه سیب گلاب هم از تو خونه آوردم که یکم دلمون ضعف رفت چون مسیر زیاده بخوریم. اینجا هم میخوره به پاهاش خورده برین کوچه 39 یادش بخیر دوره دانشجویی اینجا ما کار میکردیم، سفارش برای چاپ خونه، البته مجله هم بود. اینا اینجا که پارک کردن همش مسیر دوچرخ سواری بوده، یعنی این دوچرخ سوارا به جایی که هم تو آب پیاده تو چیزی که ریسکه، نگاه خیلی خطریه تو خیابون، یه دوچرخ سوار بخواد بیاد تو آب پیاده حق داره. یه ویدیو از یک داشتم میدیدم، میگفت تو آلمان بود، بعد میگه یکی از موزلای راننده های دوچرخ سوار ها هستن چون که خیلی قانونشون سختیره برای تصادف با این دوچرخ سوار ها هستن. میگه هر چهار را هر خیابون که بخوان رد بشن میبینن که دوچرخ سوار نباشه، خیلی احتیاط میکنن. ولی اینجا دیگه آدم باید دو دستی دو شخص سوارا مواظب باشن سرشون و اوش چهارچشین
حواسشون باشه کسی بهشون نمیزن. برای همین مثلا میان تو آبه. اگه مسیر دو چرخ سواری مثل قبل کامل مجزا بود بهتر میتونستم برم، میبرم خیابون بهسد که میخوره به فلک سنگی و از این برا خلده برین و اینا. سمت چپم میره برای نمازی که خیابون مل صدرا است. رسیدیم به خیابون بعد. آخر خیابون دیگه خیلی ها بلدن آش فروشی بعد که معروف همه سال یه صبح میام اینجا یه آشی میخوریم. آش سبز شیراز بیشتر با حلیم و اینا، گرم و داغه بیشتر تو پاییز و زمستون میچسبه. حالا یکم هوا گرم و داغه آدم علو میگیره، یکم هوا سرد بشه که واقعا بچسب. شاید چند تا شم فوقش تو کیفش گفت روبرون عینک فروشی میبینه.
درجه یک 80 فوق العاده فشار. رسیدیم به خیابون شوریده شاعر شیرازی که کجان مقبرش ای گفتیم دقیقا روبروی آرامگاه سعدی و جز شاعرهای هستی خیلی آنچنان بهش توجه نشد و نابینام بوده و یکی از دوستان توی کانال قبل میگفت که بهایی بوده و برای همین نامش گمنامه هنوز و حال نمیدونم چون تاره تحقیق کامل نکرد. ساعت هشت چی؟ بیماده فکر میخواد فوش بده. قیمت بلیت سینما 35 سه‌شنبه هم نیم بها فسیل بیمادر شهر هرت نارگیل آخرین تولد. الان دیگه داره میشه مثل قدیما. یعنی چی؟ یعنی یه سینمایی که هر ساعت یه فیلم مختلفو رو پرده میبره. قدیمی ها یادشونه مخصوصا قبل انقلاب و یه فیلمی که معروف میشد میگفتن مثلا چند سانسه یه سینما در روز و در اختیار داره اون فیلم دیگه چیه بریم ببینیم. اکثرا هم روزای اول معلوم میشد که آیا این استقبال مردم چجوریه که بهش سانس بدن یا نه. تا اونجایی که من یادمه دیگه از کودکی مثلا 8-9 سالگی شروع کردیم به سینما رفتن 10 سالگی اینا یه فیلم میرفت تو سینما دیگه کامل همش رو پرده مثلا که یه بیل بوردشو میزدن. الان دیگه هی داره مختلف میشه یعنی این سانس یه فیلم میذاره یه سانس دیگه فیلم دیگه.
60 سالش هم دیگه داره نفسای آخرشو میزنه ها. دقیقا موازی این خیابون سمت چپ خیابون زنده. No, 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 no.
خب بالاخره رسیدیم به چهار پارامون. یاد یه بیت از سعدی افتادم، میگفت که رهروان نیست که گه تند و گهی آهسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. اون دیگه آهسته و پیوسته خیابون هست و دشت و دو قسمت براتون نشون دادم و سعی کردم که تمام جزئیات که میتونم و بهتون نشون بدم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و بخواییم برسیم به آخرین نقطه خیابون قصدشت که واقعا هم مسیر طولانی. دیگه از بعدش خیابون لطفعلی خان شروع میشه و سمت چپمون هم خیابون مشیر فاطمیه. ممنون از حمایتاتون، اگه دوست داشتید میتونید بفرستید برای دوستا و آشناهاتون، ویدیوها رو لایک کنید و اگر نظری هم داشتید میتونید خستگی ما رو برطرف کنید با یه کامنت قشنگ. فعلا خدا نگهدار.